پروژه هوایی SR2 دومین پروژه از پروژه سری SR در نیروی هوایی ایران که به مانند پروژه SR1 ملقب به آذرخش در دو اسکادران تولید شده. پروژه که برخلاف نسل قبلی خودش با هدف دستیابی به فناوری طراحی جنگنده با کمک روس‌ها انجام شد. تلاشی که در نهایت به دلیل مشکلاتی که داشت باعث متولد شدن جنگنده سایقه 1 و 2 شد و حتی از لحاظ افیونیکی از نسل قبلی خودش یعنی آذرخش هم ضعیف‌تر در اومد. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. همون جوری که مطلع هستین، صنایع هوایی ایران از حدود 40 سال پیش تا همین الان حدود 6 محصول هوایی رو از دل پلتفرم هوایی F5 با نام‌های جدید و با کمترین تغییرات ساخته و رونمایی کرده. و در طی این 45 سال هم هزاران میلیارد تومان خرج این پروژه‌های تقریباً کم اثر شده. و از اونجایی که تقریبا هیچ مرجعی توی کشور چارت یا برنامه‌ای از داستان ساخت این جنگنده‌ها که همگی تقریبا همون F5 سادگی خودمون هستن ارائه نداده، ما توی چنل جنگاور قصد داریم به بررسی 3 پروژه اصلی ایران برای الگوگیری و ساخت جنگنده بر اساس پلتفرم F5 بپردازیم که به شکل کلی پروژه SR1 با نام عمومی آذرخش، پروژه SR2 با نام سایقه 1 و 2 و پروژه SR3 با نام جنگندگی سایقه 3 شناخته میشن. و خب ما توی این ویدیو قصد داریم به بررسی نسل میانی و دوم این پروژه یعنی پروژه SR2 بپردازیم و ببینیم که پروژه مذکور اصلا چرا با کمک روس‌ها شروع شده و دلیل کنار گذاشتن طراحی اولیه و چینی‌ها در این پروژه چی بود و در نهایت ببینیم که این پلتفرم جدید چه ویژگی‌هایی برای تاریخ هوانوردی ایران داشته. از خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیوی امروز با ما همراه باشید و امیدوارم که از این ویدیوی زیبا لذت ببرید. بیاین اول کار یه نگاه خیلی مختصر به پروژه SR1 بندازیم. بعد از موفقیت ایران در مونتاژ هواپیمای سیمرغ به واسطه یه قاچاق قطعات جنگنده F5 از ویتنام و اتیوپی بود که نیروی هوایی ایران ساده‌ترین جنگنده آمریکایی در دسترس یعنی F5 که تنها از 50,000 قطعه تشکیل شده بود مبنای یک برنامه توسعه 30 ساله قرار داد. طبق چارت‌های طراحی شده توسط شخص شهید ستاری، ایران باید بعد از 30 سال به پلتفرم نسل 4 از این نسخه می‌رسید. پس اینجا بود که بعد از همکاری‌های موفق چینی‌ها با شخص شهید ستاری که شامل انتقال قطعات و رادار تامکت و فانتوم به ایران و خرید 56 فروند جنگنده J7 و حق خرید جنگنده J7A توسط ایران بود که نیروی هوایی ایران برنامه ای رو برای ساخت جنگنده بومی بر اساس پلتفرم 5 انتخاب کرد و ایران تونست بعد از بومی سازی فناوری آلومینیوم های هوایی و ساخت بدنه ی آذرخش و دریافت افیونیک جنگنده F7N از چینی ها و نصب این افیونیک پروازی که پیشرفته تر از افیونیک جنگنده های نسل 2 F5 خودمون بود، نسل اول پروژه SR رو با نام عملیاتی SR1 بسازه. که خیلی ساده بخوایم معرفیش کنیم، ایران تونست چیزی در حدود 36% جنگنده آذرخش رو در ایران با کمک قطعات باقی مونده F5 در ایران و کمک های افیونیکی و فناوری های چینی بسازه که مهمترین بخش ساخته شده در این نسخه هم تنها بدنه بوده که در نهایت به دلیل برتری زیاد رادار و افیونیک این پروژه به نسبت F5 بود که ستاد کل نیروهای مسلح درخواست تولید 2 اسکادران از این جنگنده را به وزارت دفاع داد و محصول پروژه SR1 با کمک چین 2 اسکادران آذرخش شد. و خب در کل این پروژه به دلیل ورود فناوری رادارهای گریفو بسیار برای ما مهم بود که توی پروژه های کوسر 1 و 2 خودمون هم از همین فناوری استفاده میکنیم. و پروژه های کوسر 1 و 2 هم چون یه جور ارتقا روی F5 عادی مثل آذرخش هستن در زیر مجموعه همین نسخه SR1 قرار میگیرن. اما برسیم به بحث اصلی ویدیوی امروز یعنی پروژه SR2. بعد از موفقیت این پروژه در سال 1376 بود که کم کم و بر اساس برنامه‌ریزی های شهید ستاری مرحله دوم این پروژه یعنی SR2 توسط ایران استارت زده شد. و خب هدف از پروژه SR2 تنها به ارتقای افیونیکی خلاصه نمیشد و ایران که به تازگی تونسته بود بدنه F5 رو بسازه
به دنبال تغییر در صراحی و در نهایت ساخت اجزای بیشتری از افیونیک و قطعات جنگنده جدید. ولی خب با اومدن دهه 80 بود که روابط چینی ها با ایران اصلا در سطح روابطش در دهه 70 نبود، به طوری که ایران در ارتقای مشابهی که بر روی جنگنده های افشار خودش داشت، یعنی پروژه ارتقای تسلیحاتی قائم، با چینی ها به مشکل خورد و دو فروند فانتوم با ریج سری 3-66-62 و 3-66-65 هر دو به دلیل خروج چینی ها از این پروژه زمینگیر شده بودند و تیم تکنسیان های ایرانی ناچارن خودشون پروژه رو ادامه دادن که نتیجه خوبی هم برای ما نداشت. ولی در کل پیش زمینه که برای ورود قطعات رادارهای قوی تر گریفو، سیستم های RWR و در نهایت نمایشگرهای دیجیتالی به کشور شد که بعدها با مهندسی معکوس و تولید همین قطعات ایران به اویونیک نسل 4 و ساده تر بگم همون تجهیزات نصب شده روی کوسر، افشارهای ارتقای کلاس دوران و افشاردههای ارتقای شهید بابایی دست زد. خلاصه کار، بازیا شدن روابط ایران با چین در این برهه تاریخی بود که ایران به سمت شریک دیگر خودش یعنی روس‌ها رفت و روسیه حاضر شد با استفاده از تجربیاتی که توی طراحی و ساخت جنگنده‌های خانوادگی سوخو و میگ داشت به ایران کمک بکنه و اینجا بود که متخصصان روسی و ایرانی به دور یک میز جمع شدن و برنامه بازطراحی یا بهتر بگم بهسازی پلتفرم F5 رو در ایران شروع کردن. در واقع هدف اصلی ایران از بازطراحی پلتفرم F5 دستیابی به یه جنگنده در کلاس F18 بود، چون این F5 و F18 هر دو از یه پلتفرم هستن. ساده تر بگم F18 در ادامه یه همین پلتفرمه، ولی خب هم تیم طراحان ایرانی و هم تیم طراحان روسی میدونستن در دهه 80 توانایی ساخت چنین پلتفرمی به دلیل نبود فناوری‌های زیادی که مهمترینش بخش موتوری بود امکان پذیر نیست و به جز مشکلات فناوری که وجود داشت، ایران دیگه بزرگ مردی به نام ستاری رو هم نداشت تا به عنوان یه محرک مهم توی پروژه دخالت بکنه. پس تصمیم گرفته شد که بدون دست دادن زیاد به پلتفرم و طراحی اصلی F5، یه جنگنده با دومه بهسازی شده، کانارد اضافی در کنار دماغه و دو ورودی هوای موتور به تقلید از F18 در ایران طراحی بشه. تا بعدها ایران از این فناوری برای توسعه جنگنده SR3 که به کل طراحی جدیدی داره استفاده بکنه. و از اونجایی که کل این روند طراحی در ایران اجرایی میشد، ایران موفق به دریافت شبیه‌سازها شد و به جز شبیه‌سازها هم تونل‌های باد در کشور توسعه پیدا کرد و دو تونل باد برای تست جنگنده‌های تازه طراحی شده در کشور ساخته شدن تا به شما کتاب‌های تازه ساخته شده رو در این تونل‌ها تست کرد. پس اینجا بود که این پروژه در ایران شروع شد و ماکت نمونه اولیه با سراحی شده یه F5 در ایران ساخته شد. در نمونه اولیه و اصلی طرح سائقه یا همون SR2 چندین تفاوت مهم روی پلتفرم و سازه یه F5 ایجاد شده بود که برخلاف نمونه اصلی که امروزه اونو با نام جنگنده سائقه میشناسیم تفاوت‌های زیادی داشت. بیاین از جلو شروع بکنیم. طرح اولیه SR2 در دماغه خودش به تقلید از آذرخش یه دماغه کشیده تر از F5 های عادی داشت که در حدود 500 سانتیمتر درازتر از F5 های عادی بود تا رادار این جنگنده که رادار گریفوی چینی بود بهتر روی این جنگنده سوار بشه. در بخش بدنه یه زیر کانوپی یا بهتر بگم کنارهای جنگنده دو بریدگی اضافی برای انتقال بهتر هوا به اطراف بدنه به سازه F5 اضافه شده بودن که به زمان امروزی بهش کانارد میگن و هدف اصلی این کانارت‌ها از بین بردن و کاهش فشار باد و فشار روی بال‌ها بود تا با کاهش این فشار توان چرخ بال‌ها بهتر میشه. به جز این مسئله، بال‌ها هم به این کانارت‌ها متصل بودند که به معنای الگوبرداری مستقیم تیم طراحان ایرانی و روسی از F18 خودمون بود، چون F18 نیز دقیقاً مجهز به همین کانارت و یه بال به هم پیوسته بود و به همین دلیل هم جنگنده قدرت مانور و کنترل پذیری بسیار خوبی داشت. اما تغییر طرح اولیه سائقه به دماغ و کانارد محدود نمی‌شد. طراحان در شکل بال‌ها نیز تا جای ممکن یه بال سوزنقه‌ای با تمام پاسگرا برای جنگنده طراحی کرده بودند تا جنگنده در ارتفاع بالا و پایین هندلینگ بهتری داشته باشه و مصرف سوخت هم کمی کاهش پیدا کنه. و به جز این دو تغییر، طراحان سعی کردن سطح مقطع این دو جنگنده رو هم کاهش بدن. پس ضمن حفظ ورودی هوا در سازی ماکت در مقایسه با F5 عادی، شکل کلی ورودی هوا به جای اینکه به سمت بالها کشیده باشه به سمت بالا کشیده شده. تا ضمن خروج و ورود ساده تر هوا به موتور،
امواج راداری هم از این جنگنده ساده تر عبور میکنه و به همین دلیل هم کمی مخزن سوخت های این جنگنده بهتر میشه. به جز این مسئله، به دلیل با سراحی ورود هوای موتور و پهن‌تر شدن سمت دوم جنگنده، فضای بیشتری برای ایجاد دوم وی شکل این جنگنده در دسترس طراحان قرار گرفت. و به دلیل یک دست شدن بخش کانوپی با قسمت دوم جنگنده، عبور فشار هوا راحت‌تر انجام می‌شد. و به شکل کلی، به دلیل این تغییرات در نمونه ماکتاپ اولیه SR2، جنگنده چند درصدی از F5 اندازه‌گی بیشتر و به دلیل طراحی بهتر مخزن سوخت رادار، میتونه سوخت رادار بزرگتری به نسبت F5 های عادی هم بکنه. همچنین از اونجایی که این طرح یه جنگنده رزمی بود، جنگنده از یه سرنشین استفاده میکرد و در بخش موتور هم دو موتور اوج یا همون J85 همچنان در این طرح حفظ شده بود. به شکل کلی جنگنده از لحاظ طراحی از F5 پخته تر در اومده بود و به دلیل بهسازی هایی که به تقلید از F18 داشت، مخزن سوخت بزرگتر و حتی مصرف سوخت کمتری داشت و به دلیل همراستگی بدن با دوم هم دوم وی شکل بزرگی برای کنترل نقطه ثقل جنگنده نصب شده بود. و بعد از این موفقیت طراحان ایرانی و روسی بود که جنگنده با حفظ پلتفرم و قطعات اصلی F5 مثل موتور و بخش هیدرولیکی تونسته بود با بازطراحی بدنه به خوبی یه جنگنده قابل در بیاد. و پس از ساخت نمونه اولیه یه ماکتاپ در ایران، جنگنده مذکور در تونل باد قرار گرفت تا مشکلات آیرودینامیکی بر اساس سنجش باد و فشار هوا سنجیده بشه. تا باگیری و بازطراحی مشکلات انجام بشه و اگه این کار به خوبی پیش رفت، نمونه اولیه جنگنده هم ساخته بشه. ولی خب کار همونجوری که باید پیش می‌رفت، پیش نرفت. در واقع به دلیل مشکلات آیرودینامیکی زیاد ماکت اولیه در تست های تونل باد بود که طراحان ایرانی و روسی متوجه شدن که این طرح نیاز به تحلیل و توسعه بیشتری داره. چون برخلاف اینکه هدف اصلی پروژه این بود که یه جنگنده ساده بر اساس F5 توی کشور ساخته بشه، طرح اولیه یه ساخته شده با F5 تفاوت های زیادی داشت و یه جورایی طراحان ایرانی اصلا دوست نداشتن یه جنگنده در حد و اندازه F5 رو برای کشور بسازن. ولی خب تست های اولیه نشون داد که طرح نیاز به چند سال مطالعه و با سرکی دیگه داره و هنوز نمونه اولیه یه سائقه یه طراحی خام داره که بعد از مطالعات اصولی دوباره شکوشکاری بشه. ولی خب به دلایل نامعلومی که ما اطلاع نداریم، فرماندهان و یا تیم طراحان از ساخت F5 تحول یافته منصرف شدن و تصمیم گرفته شد نمونه دوم و ساده تر SR2 که امروز با نام جنگنده سائقه توی کشور پرواز میکنه توی کشور ساخته بشه. ولی خب از جمله احتمالاتی که میشه به کنسل شدن این طرح وارد کرد اینه که چون پروژه از زمانهای پیش بینی شده در زمان شهید ستاری عقب بود و یا به دلیل مشکلاتی که توی تولید انبوه جنگنده جدید به دلیل نیاز به ساخت دوباره قالب‌ها و بخش‌های زیادی از مخازن وجود داشت کنسل شد. اصل سر بخوام بگم، علی‌رغم وجود شواهدهای زیاد قطعات SR2 با F5، ایران باید قالب‌های این طرح رو دوباره می‌ساخت که به دلیل نبود دستگاه پرس در کشور و هزینه های زیادی که این قالب سازی برای ما داشت و محدودیت همیشگی بودجه‌ای که داشتیم، به نفع یه پروژه سبک‌تر و ارزون‌تر کنار رفت. و طرح دوم ارزون‌تر SR2 که مسابقه امروزی خودمون هستش، توسط صنایع هوایی ایران ساخته شد. طرح دوم و اصلی SR2 خیلی از طرح قبلی ساده‌تر و برخلاف نمونه اولیه که پانار، بال، دوم و در نهایت ورودی هوایی کاملا متفاوت داشت، این جنگنده دقیقا همون F5 خوده بود که تنها در بخش دوم به جای دوم عمودی این جنگنده دوم بیشکل قرار گرفت تا جنگنده قدرت مانور، رول بریک و در نهایت داک فایت بالایی داشته باشه و دیگر هیچ مشخصات پروازی و قطعاتی این جنگنده با F5 های عادی فرقی نمی کرد. ولی خب این تفاوت به اصطلاح ساده توی دوم به همین سادگی ها هم نبود و جنگنده سائقه بسیار چموش در اومد و قدرت مانور این جنگنده به دلیل دوم جدیدش بسیار بالا رفته بود، به شکلی که نمایشگاه هوایی کیش نشون دهنده قدرت مانور بالای این فایتره و خلبانان F5 که قرار روی این فایتر پرواز بکنن باید خودشون رو برای پرواز با سائقه حسابی آماده بکنن، چون در صورت نداشتن مهارت و کنترل بالای خلبانان، جنگنده ممکن است کنترل خلبانان خارج بشه. یعنی شوندنده یه چالاکی بالاتر فایتر به نسبت نسخه عادی F5. و خب بعد از تایید ساخت این جنگنده بود که روند ساخت پروژه سائقه در ایران شروع شد. ولی خب اشتباه نکنید، چالش های جنگنده SR2 به همینجا محدود نمیشه و جنگنده مذکور در بخش افیونیک های پروازی حتی از جنگنده آذرخش و همون SR1 هم ضعیف‌تره. در واقع همون جوری که گفتیم، آذرخش یه F5 با افیونیک نسل 5
ولی خب سائقه یه جنگنده باز طراحی شده F5 با همون افیونی که نسل 2ه. دلیل این کار هم نبود طرف چینی توی این پروژه هستش. ایران مجوز نصب این قطعات رو روی سائقه نداشت و به همین دلیل هم همون افیونی که F5 های عادی رو روی این جنگنده گذاشت. و جنگنده مذکور یعنی جنگنده سائقه 1 در سال 1388 و در مراسمی بزرگ رونمایی شد که بر اساس چارت های منتشر شده ایران سائقه 1 رو با درصد بومی سازی 56% و به تعداد 5 فروند ساخت. و 5 سال بعد از ساخت سائقه 1 بود که صنایع هوایی یه فروند آموزشی از این جنگنده رو با نام سائقه 2 ساختن. فرق اصلی سائقه 2 با سائقه 1 داشتن 65% بومی سازی و داشتن ماموریت آموزش خلبانان بود. و به همین دلیل به جای تک کابین بودن جنگنده دو کابین بود تا روند آموزشی خلبانان سائقه رو با جنگنده تخصصی انجام بدن. و در کل و در جنبندی پلتفرم اسار دو باید بگم که سائقه 1 و 2 دو محصول اصلی این پلتفرم هستن و جنگنده به جز تغییر دوم F5 های عادی هیچ تفاوتی با F5 های عادی حتی در بخش اویونیکی نداره. و ما میرسیم به داستان خط تولید این جنگنده. حقیقتش در مورد تولید انبوه جنگنده سائقه دو روایت وجود داره. روایت اول در مورد سائقه ها میگه که جنگنده های سائقه تنها در 6 فروند ساخته شده. تنها در 6 فروند ساخته شده که سائقه 1 یا همون نسخه رسمی 5 فروند و سائقه 2 تنها 1 فروند ازشون ساخته شده. همچنین ناگفته نمونه تمامی جنگنده های مذکور نوساز نبود. اکثرا با نصب دوم ویشک روی جنگنده های آسیب دیده ی جنگ و یا جنگنده های زمینگیر ساخته شده بود. و تولید صفر توی این پروژه یا وجود نداشته و اگه وجود داشته درصدی از جنگنده های تولید شده بودن. اما روایت دومی هم در مورد تولید انبوه سائقه وجود داره که میگه نیروی هوایی ایران درخواست سفارش 2 اسکادران از این جنگنده را به صنایع هوایی کشور داد و به جز تغییر تعدادی از F5 های آسیب دیده تعدادی نیز به شکل نوساز در ایران ساخته شدن که بیشترشون در پایگاه هوایی تبریز و دسپول عملیاتی شدن. همچنین طبق گفته روایت دوم که ما تایید نمی کنیم و فقط نقلش می کنیم به جز تولید و ساخت 2 اسکادران سائقه اویونی که این سری هم بعدها کمی ارتقا پیدا کردن که شامل نصب یه نمایشگر کوچک در کابین و نصب یه رادار که از ریش ماهواره و رادار F5 عادی قوی تر بود زده شده. و در کل طبق گفته این روایتگر که نمیتونیم اسمش رو بیاریم و فقط حرفاشون رو نقل میکنیم جنگنده مذکور به تعداد زیاد توی کشور عملیاتی هستش و نیروی هوایی از انتشار تصاویر تعداد بالای این فایترها خودداری میکنه. ولی خب ما فعلا مثل همه به روایت اول یعنی همون 6 فروند تکیه میکنیم. بر اساس داده های رسمی که داریم حداقل 6 فروند از این جنگنده توسط ایران رونمایی شده. و خب تجربیات به دست اومده در پروژه SR1 که در بخش اویونیکی بود و SR2 که در بخش طراحی بود همگی دست به دست هم دادن تا طرح بعدی نیروی هوایی ایران یعنی طرح SR3 یا همون سائقه 3 بعد از رونمایی سائقه 2 در اوایل دهه 90 توسط ایران استارت بخوره. و بعد از پایان این پروژه بود که از سال 88 تا زمان حال تصاویر زیادی از پروژه SR3 نیروی هوایی که طرح کاملا نو جدیده با نام‌های مثل پروژه شیر ایران، پروژه یاقوت و یا چندین نام دیگر که شناخته میشه در کشور شروع بشه. موضوعی که بعدها و در سری ویدیوی هفته بعد هواپیماهای سری SR به اون خواهیم پرداخت. و به بررسی کامل پروژه SR3 در نیروی هوایی کشور برای اولین بار در فضای میلیتاری فارسی میپردازیم. پس خیلی خوشحال میشم که از این ویدیو با لایک و کامنت حمایت بکنین تا ساخت ویدیوی پروژه SR3 هم در صورت وجود رضایت از این ویدیو هم توسط کانال ما شروع بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدا یار و نگهدار.